درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان خاصه همیهنان همار همراه ایران فردا در مام میهن ایران زمین در گزار روزگار و باز در آدین دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک سخن یک رو تقدیم حضورتان خواهیم کرد با صفحه یک مهمان خانه های همه شبها در طول هفته شما هست در برنامه امشب جمعه هشتم شهری بر ماه ایرانی موضوعات زیر رو از منابع مختلف خبری برگزیدم که با هم در کمتر از سی دقیقه مرور می کنیم سناریو سازی قوه قضایی برای مقابله با اعتراضات کارگری و متهم کردن کارگران معترض به دریافت پول برای ایجاد آشوب بازتاب بازداشت و دستگیری امضاکنندگان کنندگان درخواست استعفای رهبر ایران همزمان با افزایش حمایت از امضا کنندگان این نامه در میان افکار عمومی ایران همینطور اعتراف علنی و اذعان ایان یک فقیه برجسته یا حکومتی آن هم خبرگان رهبری به دور تند رویگردانی ایرانیان از حاکمان دینی در ایران در حوزه نظامی سومین شکست جمهوری اسلامی در پرتاب موشک ماهواره بر و سکوت مسئولان حکومتی در قبال این ناکامی در حوزه نبردهای سایبری مختل شدن توانایی نهاد نظامی سپاه پاسداران ایران برای رهگیری نفتکشها در پی حملات سازمان یافته سایبری ارتش آمریکا همزمان گزارش هایی تازه از سرگردانی نفتکش آدریان دریای یک میان سواحل ترکیه و کانال سوئز و در عرصه سیاست خارجه واکنش ها به طرح تحریم مقامات امریکایی در مجلس ایران با تعنه و تمسخر سناتور ایالات متحده امریکا سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه هشتم شهری بر ماه ایرانی برابر با سیوم ماه اوت 2019 میلادی است که در طول کمتر از سی دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز همینک و در آغاز صفحه یک رو بسان بیشین جمع شبها در قیاب روزنامه های چاپ تهران با جستاری بر شهر شبکه ها و نگاهی به گزیده های مطبوعات بین الملل می برنامه ریزی قوه یا قوه قهریه جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بیشتر به طبقه کارگر و سرکوب هر گونه اعتراض آنها نخستین مطلب خبری امشب صفحه یک ماسک در سخنان مسئولان قوه قضایی حکومت باستابی ایان داشت در میان یک روز پس از حمله آقای ابراهیم رئیسی رئیس نهاد عدلیه تحت امر رهبری ایران به فعالان کارگری با این ادعا که برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگر می جویند این بار معاون دادستان کل ایران نیز فعالان کارگری رو به دریافت پول برای آشوب متهم کرد کارگری که فقط به خیابان آمد و گفت حقوقم را بدهید و حبس و حصر هست این گونه بر آنان اتهام می‌بندند در این راستا معاون قضایی دادستان کل ایران با بیان اینکه که قوه قضاییه فعالان کارگری بازداشت شده در تجمعات رو به دریافت پول برای ایجاد آشوب متهم کرد گفت که با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند همان گونه که خب بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید در تجمع روز کارگر امسال شماری از فعالان مدنی و کارگری بازداشت شدند و برای برخی از آنها احکام زندان طولانی مدت هم صادر شده که روز گذشته و همزمان با سخنان معاون دادستان کل قوه قضایی حکم یکی از این کارگران حتی منتشر هم شد حسب گزارش های منتشر شده در رسانه ها آقای رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر دوباره به دو سال حبس و 74 ضرب شلاق و دو سال تبعید به خراسان جنوبی دو سال محرومیت از استفاده تلفن همراه هوشمند و عضویت در احزاب و گروه ها محکوم شده است یعنی از حیز انتفاع آدمی رو میاندازند حتی استفاده از تلفن همراه هوشمند رو من کردهاند. کماکان با حوزه نقض حقوق بشر برنامه رو دنبال میکنم که فشار فزاینده جمهوری اسلامی به منتقدان و بازداشت یکی دیگر از امضاکنندگان کنندگان نامه دادخواست درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی بر صدر رسانه های بیشماری جای داشت حسب گزارش های منتشر شده آقای رضا مهرگان یکی دیگر از امضاکنندگان کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه توسط معموران اداره اطلاعات شهرستان رامسر در مازندران بازداشت شد بنابر اطلاعات منتشر شده بازداشت آقای مهرگان گویی یا با ضرب و شتم ایشان از سوی معموران امنیتی همراه بوده که البته خب این کاریست معمول مردان امنیتی تحت امر رهبری جمهوری اسلامی و یا رئیس جمهوری, رئیس جمهوری ایران چرا که به هر روی خودشون رو سربازان آقا می من بدین روی گفتم علی حال همون گونه که در بخش های مختلف خبری و از منابع متعدد خبری آگاهی یافتی چهارده فعال مدنی در این نامه عنوان کرده بودند که چانزنی فعالان مدنی بدون استعفای سید علی خامنه ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد و حسب همین گفته فعالان مدنی استبداد سیستماتیک رو عامل نابسامانی ها و به نتیجه نرسیدن تراش ها برای اصلاح امور ایران عنوان کرده بودند در پی انتشار این نامه چهارده تن از فعالان مدنی پس از آنها در یک حرکت نمایی، نمادین چهارده تن از زنان کنشگر مدنی نیز ضمن حمایت از نامه نخستین 14 فعال مدنی با انتشار نامه خواستار عبور از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند و مقامات امنیتی امضاع این نامه ها رو نیز به تلاش برای طراحی فتنه جدید متهم کردند و بسیاری از امضاع این دو نامه در روزهای اخیر بازداشت شدند که خانم گیتی پورفازل یکی از آنان است تا های دیگر با صفحات دیگر به صفحه رسانه باز خواهم گشت صفحه یک امشب رو دنبال می کنیم با سایر مطالب منتخب اعتراف علنی و از ایان مقامات عالیه ی حکومت به نارضایتی ها و نارسایی ها هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. در تازه ترین این تحولات یکی از های برجسته حکومتی به خشم مردم از جمهوری اسلامی از آنی علنی کرد که آشکارا نشان می دهد فشار و تهدید و بازداشت منتقدان گویا نتوانست باعث رعب و وحشت در میان مردم ایران شود در این میان یک عضو مجلس خبرگان رهبری ایران از سیاست های جاری در کشور به تندی انتقاد کرد و خواستار تغییر روی کرده حکومت در نحوه اداره ایران شد آیت الله حریسی سریحا گفت که مردم از ما بدشان می آید و از ما ناراضی هستند آیت الله حاشمزاده حریسی در سخنان خود حتی اعتراف کرد که روش جمهوری اسلامی تکفیر است یک صف رو خادمین نظام و صفی دیگر رو خائنین نظام می خانند. آیت الله خبرگان رهبری نشین گفت که با ادامه این وضعیت زندگی دنیا و آخرت مردم در خطر است و نه تنها گفتمان ما بلکه همه چیزمان بایستی تغییر کند اشارت به قایت جسورانه و با شهامت بود که از دل مجلس خبرگان رهبری فقیهی تمام قد معتمد آقا اینگونه برا شوبد بر کلیت حاکمیت محضر شما اشاره می کنم که خب این جزء موارد نادری است که یکی از اعضای این مجلس عالیه از نحوه اداره کشور این گونه انتقاد می کند. پیش از این خب برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی درباره عواقب ادامه سیاست های فعلی جمهوری اسلامی هشدارهایی داده بودند اما از اینکه چنین فقیهی در چنین جایگاهی این گونه سخن بگوید کمی تازگی داشت. علایه حال هاشم زاده گفت که حل شدن این مشکلات از پایین به بالا خیلی هزینه دارد هزینه آن نابودی اسلام انقلاب روحانیت و ایران است که البته سه گزاره نخست نابود شد در ایران اسلام و انقلاب و روحانیت همان گونه که محتملا شما بینندگان عزیز هم آگاهید چندی پیش هم آیت الله جوادی آمولی آن هم از روحانیون بلند پایه قم هست که به یاد داریم سالیانی در تلویزیون درس فلسفه میداد و روابط تنگاتنگ هم با ارکان حکومت دارد با ابراز نگرانی از قیام مردم بر علیه جمهوری اسلامی گفته بود که اگر مردم بر علیه حکومت بشورند و قیام کنند همه ما رو به دریا می ریزند که گویا زمزمه آن روز رو به گوش می شنوند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید خبرها و نظرهای امشب رو با سایر مطالب منتخب پی میگیرم تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای پرتاب موشک ماهوار بر مجددا در حوزه نظامی نزاعی تازه افکند حسب تصاویر ماهواره ای موشکی در یک مرکز فضایی در ایران که قرار بوده یک ماهواره رو پرتاب کند بر سکوی پرتاب منفجر شده است تصاویر مرکز فضایی نشان می دهد که موشک یا موقع پرتاب منفجر شده یا کمی پس از اینکه از سکو بلند شده دوباره روی سکو افتاده است هرچند رسانه ها و مقامات جمهوری اسلامی اصولا این مدل خبرها رو خیلی مایه نیستند که ملت ایران آگاه شوند چرا که اینها فقط از کامیابی های خودش میگویند و به هر روی این رسانه ها و مقامات انفجار در مرکز فضایی مصوم به خمینی سمران رو تایید نکردند اما با این حال تصاویر ماهواری ای ابری از دود سیاه رو نشان دادند که بر فراز سکوی پرتاب بوده و همچنین بقایای سوخته یک موشک در محل پرتاب نیز قابل مشاهده است این سومین بار تنها در عرض یک سال است که جمهوری اسلامی قصد پرتاب ماهواره رو داشته اما تلاششان شکست خورده است علت شکست های در پرتاب این موشک ها به طور دقیق و مشخص روشن نیست اما گمانه هایی در عرصه رسانه ها هست که مرور می کنیم از جمله روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی مقامات پیشین و کنونی دولت امریکا گزارش داد که کاخ سفید برنامه محرمانی برای مقابله با برنامه مشکی جمهوری اسلامی دارد یعنی به نحوی میخواهد بگوید که امریکا قبل از اینکه اون بلند شود مهارش کرده است بسیاری از منتقدین فعالیت های موشکی فضایی جمهوری اسلامی هدف از قرار دادن ماهواره در ارتفاع 500 یا 1000 کیلومتری رو در واقع تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای ساخت موشک های با قابلیت حمل کلک های کشتر جمعی معرفی می کنند. همون چیزی که در واقع نسخه مشابهش با قابلیت های مشکی کره شمالی هست خودکامگان فقط از خودکامگان تأثی می و به هم تقلید می کنند خامنه ای از خودکامه کره شمالی گویا الگو می گیرد نه نکته ای دیگر درودی دوباره کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید صفحه یک امشب رو با حجم دخالت های سپاه پاسداران در عرصه سیاست خارجه ایران ادامه میدهیم از جمله مخالفتشان با مذاکره جمهوری اسلامی با غرب که گویا بسیار مشکل آفرینی می کنند. بر اساس گزارش های تازه انتشار یافته آقای حاجی زاده همان فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت که اروپایی ها بخشی از نقشه شیطانی آمریکا هستند و با اشاره غیر مستقیم به حسن روحانی نیش و تعنی به ایشان هم زد و گفت که برخی غرب ها که در مسند هستند به این موضوع توجه ندارند که اشارتی نیشالود داشت به ظریف و روحانی انتقاد این فرمانده هرشد سپاه در حالی منتشر شده که مقامات دولت روحانی در حال مذاکراتی با کشورهای اروپایی برای نجات برجام از خروج امریکا از این توافق هستند و نظامیان عملا وارد می شوند تا با سنگندازی هایشان در واقع مسیر رو منحرف کنند صفحه یک رو با صفحاتی از نشریات و مطبوعات بین الملل دنبال می‌کنم. تقابل غیر مستقیم نظامیان امریکا و جمهوری اسلامی ایران موضوع گزارش تازه روزنامه امریکایی نیویورک تایمز بود. این روزنامه امریکایی به نقل از مقامات ارشد دولت این کشور گزارش داد که در حمله ای سایبری یعنی بحث نبرد انفورماتیک، بحث های کامپیوتری در ماه جوان علیه ایران یک پایگاه مهم داده های سپاه پاسداران که از آن برای ردگیری نفت ها در آبهای منطقه استفاده می از بین رفته است در واقع ایجاد اختلال کرد امریکا بر فضای نظامی سپاه پاسداران در پهنه آبی خلیج فارس به گفته ای این مقام ها که نامشان هم فاش نشده بود این حمله مخفیانه توانایی جمهوری اسلامی ایران برای هدف گرفتن خطوط کشتی در خلیج فارس رو تا حدود زیادی مختل کرد مقام ها به نیویورک تایمز گفتند که دولت اطلاعاتی به دست آورده بود که نقش سپاه پاسداران در نصب مین روی نفت کشها در خلیج فارس در ماهای مه و جوان رو نشان میداد. به گزارش نیویورک تایمز مقامات دولت ترامپ گفتند که ایران هنوز برای بازیابی اطلاعات نابود شده در حمله 20 جوان و از سرگیری سیستم های کامپیوتری مربوطه تلاش می کند. البته اشاره کنم که این حمله پس از آن بود که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در روز 20 جوان یا سیوم خورداد یک پهباد تجسسی امریکا رو در نزدیکی تنگه هرمو سرنگون کرده بودند. در سوی دیگر ما در حالی گزارش های از حمله سایبری امریکا به پایگاه داده های سپاه منتشر می شود که منابع خبری گزارش دادهاند اعتلاف ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس با هدف تأمین امنیت عبور و مرور کشتی های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس اعلام کرده رسما آغاز به کار کرده است که قطعا با تشکیل این ائتلاف روزهای سختتری برای جمهوری اسلامی و نظامیان سپاه که ایجاد مزاحمت میکنند در پیش است در هر روی پایگاه خبری میدلستای با گزارش این خبر نوشت انگلستان، بحرین و استرالیا عضو این ائتلاف هستند. کماکان با حوزه نزا در زمین سیاست خارجه برنامه امشب رو پی میگیرم البته این بار جدال بی فرجام برجامی موضوع تحلیل رسانه ادامه تنش میان غرب و جمهوری اسلامی و چالش برنامه هسته موضوع گزارش روزنامه لیبراسیون فرانسه بود که به مواضع و واکنش های تهران و شنگتان در برابر یکدیگر پرداخت این روزنامه معتبر فرانسوی با اشاره به آنچه در نشست گروه هفت درباره ایران گذشت و همینطور اشاره به سفر غیر مترقبه محمد جواد ظریف به این تجمع و نشست جهانی این گونه نتیجه گرفته بود که اکنون هر دو طرف میگویند آماری دیدار هستند اما هر دو منتظرند که دیگری نخستین قدم رو بردارد حسب گزارش این روزنامه فرانسوی روحانی گفت که دیدار فقط برای گرفتن عکس مد نظر ایرانیان نیست که اشاره او به دیدار دو مقام ارشد امریکا و کره شمالی بوده و اما سرنوشت مبهم نفتکش ها در پهنه بیکران آبی برنامه صفحه یک رو با آخرین خبرها از سردرگمی شرکت های رهگیری نفتکش ها درباره مسیر آدریان دریا یک و همینطور تغییر مسیر چند باره این ابر نفتکش در دریای مدیترانه اختصاص می هم. حسب مطالب سامانه های رهگیری کشتی ها نفتکش ایرانی آدریان دریای یک که در حال حرکت به سوی سواحل ترکیه بود روز گذشته ابتدا با چرخشی 180 درجه ای مسیر آمده را بازگشت و پس از دو بار تغییر مسیر بار دیگر به سوی کانال سوئز ره شد گویا همه چیز ایران در دریای سرگردانی سر می کنند از ملتش که مهاجرت می کنند تا نفتکشی که در دریاها سرگردان شده است علایه حال این نفتکش در روزهای اخیر چندین بار سیستم سیگنال خود رو هم تغییر داد که احتمالا به هر روشناسایی نشود و شرکت های ردیابی نفتکش ها رو نیز نسبت به مسیر و مقصد خود سردرگم کرده است همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاهید نفتکش گریس وان که به آدریان دریای یک تغییر نام داد حدود 45 روز به زن ارسال نفت به سوریه خب که این کشور به تعبیری تحریم جهانی هست در توقیف جبل و تارق بود و نهایتا دو شنبه ی هفته گذشته آزاد شد. دیشب هم اشاره کرده بودم در روزهای ابتدایی سیستم سیگنال کشتی نشان میداد که به سمت یونان حرکت می کند موضوعی که به هشدار جدی آمریکا به یونان منجر شد. و در وقت باقی مانده از برنامه شامگاهی صفحه یک به واکنش تویتری و تن آمیز سناتور تد کروز به طرح مجلسیان جمهوری اسلامی برای تحریم مقامات امریکا نگاهی میاندازیم به دنبال انتشار برخی گزارش ها مبنی بر تهیه طرحی در مجلس ایران برای تحریم برخی مقامات دولت امریکا و ممنوع کردن سفر آنها به ایران جان بروتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همینطور آقای سناتور تد کروز نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس در پیام هایی در توییتر به این اقدام جمهوری اسلامی واکنشی جالب نشان دادن جایی که به هر روی مجلس و مجلسیان و کلیت جمهوری اسلامی رو به ریش خند کشندند سناتور تد کروز نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس در پیام توییتری خود تحریم شدنش از سوی ایران رو شوخی گرفت جایی که با کنایه نوشت لعنتی حالا من و همسرم هایدی بایستی برنامه کریسمس من رو تغییر دهیم دیگه پر از نکات نهافته است و نیاز به توضیح خیلی زیادی ندارد که این مزاح مزاح بسیار پرمعنایی بود که مگر خب مقامات امریکایی میآیند که آنها رو تحریم کردند و دهها تفسیر دیگر که پیایند آن هست به هر روی اشاره کنم که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی گویا خواستار تحریم برخی از مقامات امریکایی شده بودند مثل خود جان و تد کروز که اینها رو در اسم ذکر کرده بودند حسب این طرح افراد تحریم شده و خانوادهشان به صورت مادام العمر به کشور ایران ممنوع الورود خواهند شد گویا خود حاکمان دینی در تهران تصور میکنند که مادام العمر خواهند ماند زهی خیال باطل علا حال با همین اشارت گفتن که هر گونه تبادل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سی از سوی مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با این افراد نامبرده به طور مشخص ممنوع می باشد آخرین راهکارهایی که مردان ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی مرتکب می شوند و موجبات ریشخند و تمسخر و استهزای جهانیان رو فراهم میآورند و با این مطلب وقت یکی دیگر از برنامه های هفتگی ما در واقع به پایان رسید تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر بار و با هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود